ادامه خبرها، وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو خواهان یک رابطه عملی با واشنگتن است. با این حال او میگوید که روسیه به یک نظم جهانی پساغربی تمایل دارد. این در حال است که پیش از این مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت که اگرچه حکومت تازه آمریکا به دنبال مشترکات با مسکو است، اما آمریکا روسیه را مسئول میداند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست امنیتی مونیخ به پرسشی که خودش مطرح کرد پاسخ می دهد. روسیه چگونه رابطه با امریکا می خواهد؟ رابطه عملی، احترامی متقابل، درک مسئولیت ویژه ایمان در برابر ثبات جهان. اما درست این است که کشورهای ما هیچگاهی به گونه مستقیم درگیر نبودند. در تاریخ ما دوستی بیشتر از دشمنی بوده است. از سوی هم وزیر خارجه روسیه میگوید که توافقنامه های روسیه و ناتو درباره تغییر برخورد ناتو عملی نشدند. بنیاد این توافقنامه ها تعهد روسیه و غرب برای تامین امنیت و احترامی متقابل به منافع یکدیگر و افزایش اعتماد بود، اما این تعهد عملی نشد. بیشتر از بهر آن که ناتو یک سازمان زمان جنگ سرد باقی مانده است. این در حال است که معاون رئیس جمهور آمریکا پیش از سخنان وزیر خارجه روسیه با اعلام پشتیبانی واشنگتن از ناتو گفت که آمریکا روسیه را مسئول تنش‌ها در اوکراین می‌داند. درباره اوکراین باید روسیه را مسئول بدانیم. ما همچنان می خواهیم که روس‌ها به توافقنامه منسک حرمت بگذارند. نخست باید به خشونت‌ها در شرق اوکراین پایان دهند. آمریکا روسیه را پاسخگو می‌داند. هرچند که ما به دنبال زمینه‌های مشترک هستیم، می‌دانید که رئیس جمهور ترامپ به پیدا شدن زمینه‌های مشترک باور دارد. در این میان تاکید وزیر خارجه روسیه هم بر گفتگو است. ادامه دادن به رویارویی ها بیهوده است. روسیه به دنبال درگیری با کسی نیست، اما خواهد توانست که از منافعش محافظت کند. این در حال است که اتهام پیوند اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و نیز همکاران نزدیک او با روسیه در ایالات متحده جنجال برانگیز شده است. روابط دو کشور بر سر اتهام مداخله روسیه در انتخابات آمریکا در هنگام ریاست جمهوری باراک اوباما تیره شد و حتی به اخراج 35 دیپلمات روس از واشنگتن انجامید. با این همه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین بر بهبود روابط دو کشور تاکید داشتند. آقای محمد جواد رحیمی، آگاه روابط بین الملل از فلوریدا آمریکا با ما هستن. آقای رحیمی، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بین بس امروز از روابط روسیه و آمریکا آغاز کنیم. درست از زمانی که ترامپ کار خود را آغاز کرده تا حال، روسیه و آمریکا در این مدت کم چگونه روابط را با هم تجربه میکنه؟ خب، با سلام و عرض ادب خدمت شما و بیننده محترم، بهتر از بس را از اینجا آغاز بکنیم که بعد از پیروزی و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا، مسکو خوشبینی های زیاد داشتند مبنی بر اینکه روابط این دو کشور بهبود پیدا بکنه و همکاری هایشان در سطح منطقه و جهان افزایش پیدا بکنه. اما طوری که دیدیم این خوشبینی ها در روزهای اخیر به یأس و ناامیدی تبدیل شد و این ناامیدی ها و این تشنج در روابطی که به میان آمد میشه که این را در چهار نقطه خلاصه بکنیم. در قدم اول تشنج و ایجاد اختلاف ها برمیگرده به عملیات های مستقلانه و ناهماهنگ مسکو در خاک سوریه که باعث افزایش تلفات و تداوم ناامنی ها شد و همچنان تلفات بیشتر از حدود 500 هزار نفر در سوریه انجامید. مسئله دوم، طوری که همه میدانیم، مداخلات مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که مسئله تا حد جدی شد که مشاور امنیت ملی آمریکا مجبور به این شدند که از قدرتشان کنار بروند. مسئله سوم، خواست جدید اداره دونالد ترامپ است که از مسکو خواستند که بخش تصرف شده خاک اوکراین دوباره واسپس به اوکراین بسپارند که تحقق این امر امکان ناپذیر است و این خودش بیانگری است که تنش‌ها در روابط بین این دو کشور در حالت افزایش است و ممکن ما در روزهای آینده افزایش این تشنج و اختلافات میان دو کشور شاهد خواهد بودیم. به طور مثال، بعد از درخواست دونالد ترامپ شما شاهد بودین که بلافاصله مسکو نقض یکی از پیمانهایی که در سال 1981 میان رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رؤسای جمهور آمریکا و مسکو صورت گرفته بود، اون پیمان را نقض کردند و آزمایش و توسعه موشک‌های کروز یا راه برد را آغاز کردند که این خودش
بیانگر تداوم و ازدیاد تشنج میان روابط آمریکا و مسکو شده میتونه. ولی آقای رحیمی، باور دارین که این چهار نکته را که شما اشاره کردین تاثیرگذار اینا بوده که آمریکا و روسیه نتوانن، اگرچه زمان زیاد هم نگذشته، تا یک روابط خوب را به پایش بگذارن و از این جا آغاز کنن، یا دلایل بیشتر از این هم هست؟ خب برمیگرده به این که دونالد ترامپ در زمان پیکارهای انتخاباتیشان بسیار خوشبین بودن و توصیف های زیاده در قبال رئیس جمهور روسیه و در بهبود روابط میان دو کشور داشتن، ولی امری که باعث ازدیاد نگرانی ها و بالاخره باعث تشنج روابط میان دو کشور شد، اختلافات درونی در خود آمریکا بود، به گونه که رقبای دونالد ترامپ و حتی اعضای ارشد حزب جمهوری خواهان خواستار تحقیقات و پیگیری گسترده در مورد مداخلات مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدند. این مسائل هم روی هم باعث تشنج میانی دو کشور شد. آقای رحیمی، حالا در مورد آینده این روابط چی میخواین بگوین؟ واقعا آغازش این گونه بوده؟ خوب، چون اگه به گذشته یک نظر بکنیم، روابط چندان خوب در گذشته ها هم نبوده. از یک طرف مسکو هم در عمل کردش در کشورهای منطقه هم چندان در خور و ستایش آمریکا قرار نگرفته. به عنوان مثال، فعالیت های مستقلانه و تکتازی های مسکو در خاک سوریه که در نقض آشکار مواد دهم و 25 منشور سازمان ملل متحد قرار داره، این خودش باعث افزایش و باعث تقویت اینمی اختلاف میان دو کشور شده و ما مطمئن هستیم. ولی نگرانی ها به بحث دیگه بود آقای رحیم، این که در زمان اوباما شاهد بودیم که روابط بسیار خوب را مسکو و واشنگتن تجربه نمی کردن. نگرانی این بود که این روابط از این بدتر نشود و خوشبینی ها با آمدن ترامپ تا حد بیشتر شده بود که امکان داره با توجه به نزدیکی هایی که وجود داره این هم اختلافات تا حد حل شود و یک روابط خوب را هر دو کشور تجربه کنه. ولی حال که وضعیت این گونه است، پس پیش بینی چی باشیم؟ بدون شک، طوری که شما یادآوری کردین، در زمان باراک اوباما بر اساس مداخلات و نارضایتی هایی که میان این دو کشور وجود داشت، یک سلسله تعزیرات و تحریم علیه روسیه وضع شد و بعد از روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ، تقاضای روسیه ای بود که امو تحریم ها وضع شود و فضا هم به شکلی بود که ممکن امو تقاضا عملی شود. ولی در هفته گذشته شما شاهد بودین که سخنگوی کاخ سفید رسما از مسکو خواستند که قسمت تصرف شده خاک اوکراین دوباره پس بسپارند و امی رفع تحریم هایی که علیه سوریه بوده، تحقق از منوط بر بازپسدهی اونمو خاک سوریه به خاک اوکراین به دوباره به اوکراین شد که این اگه امری است امکان ناپذیر و شما در جریان بودین که واکنش های جدید و شدید از مسکو را در قبال داشت، به شکلی که اونا گفتن که این جزء اوکراین حالا جزء قلمرو مسکو شمرده میشه و این بر اساس یک رفراندوم صورت گرفته که هیچگاه با هیچ طرف روی میز مذاکره نخواهد شدن و این امر اصلا ممکن و چالش برانگیز. اما این که وزیر خارجه روسیه میگه که مسکو خواستار یک رابطه عملی با آمریکا است و از طرف دیگه هم معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که اگر حکومت تازه آمریکا خواستار به مشترکات با مسکو است، اما روی هم رفته روسیه را مسئول میدونه، از این گفتا چی باید برداشت شود در مورد روابط روسیه با آمریکا؟ خوب، از یک طرف روسیه بدون شک در پای بهبود روابطش با آمریکا است، اما از طرف دیگه مشکلات زیاد در آمریکا احساس میشه، به خاطر اینکه وزارت خارجه آمریکا اخیرا اعلان داشتن که در مورد نقض پیمانی که در سالهای 1981 میان آمریکا و مسکو صورت گرفته و مسکو در صدد توسعه و آزمایش موشک های کروز یا راهبرد است، در این رابطه تحقیقات گسترده را میخواین برا بندازن. مسئله دومی که باعث ازدیاد تشنج میان این دو کشور میشه، مسئله تحقیق و بررسی همه جانبه مداخلات مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میشه. ما نمیتونیم که در همچه شرایط خوشبین یک روابط خوب و یا حداقل بهبود روابط میان آمریکا و مسکو باشیم. گذشته از اینم، دونالد ترامپ در فلوریدا یک بار دیگه به رسانه ها را
برش انتقاد کرده و دروغگو خطاب کرده و تا حد هم این گونه نشستایی را که ترامپ انجام میده، یعنی میگن که به یک بحث بسیار معمولی در آمریکا نیست، خصوصا به کسی که تازه به ریاست جمهوری رسیده باشه. اوضاع داخلی آمریکا را چگونه میبینین؟ یعنی با توجه به وضعیت داخلی آمریکا روابط روسیه و آمریکا را در موردش چی پیش بینی هستین؟ خب مسئله جلسه که اخیرا دونالد ترامپ در یک از ایالت‌های آمریکا داشتن شبیه جلسات مبارزات انتخاباتی بوده که یک امر غیر معمول است و آمریکایان تقاضایی را نداشتن، این توقع را نداشتن، اما طوری که برداشته از دونالد ترامپ مشخص است همی است که همیشه اتهام‌های را می‌بندن، اتهام‌های اثبات نشده مطبوعات به دروغ افغانی و تقلب گرایی متهم می سازند. این گونه برخوردها، این گونه ابراز نظرها از دید آمریکایی ها مورد قبول نبوده و همیشه مورد انتقاد قرار گرفته و ما مطمئن هستیم که روند ادامه پیدا میکنه. با این همه شما قبلا اشاره کردین که تا حد مشکلات خودش در داخل آمریکا وجود داره و این مشکلات دلیل میشه تا رابط خوب را تجربه نکنن، اما چقدر خوشبین هستین با این دین روابط؟ خب شما در جریان هستین که اتهام ها و سر و صداهای مبنی بر مداخلات مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و به شکل از اشکال روابط میان همکاران نزدیک دونالد ترامپ با مسکو و با بخشای استخباراتی مسکو باعث شد که مشاور امنیت ملی آمریکا از سمتش کنار بره. این خود بیانگر یک سلسله ابهامات و شک و تردیدهای بسیار جدی و قوی در سطح حکومت آمریکا وجود داره که کانگرس آمریکا و اعضای ارشد حزب جمهوری خواه و دموکرات های آمریکا مصمم بری هستند که در رابطه تحقیقات و بررسی های بسیار جدی صورت بگیره و ما مطمئن هستم که اینمی تحقیقات و بررسی ها نه تنها که باعث بهبود روابط میان مسکو و آمریکا شده میتونه، بلکه تشنج و اختلافات میان دو کشور افزایش پیدا میکنه. و یعنی شما در جریان هستید میگن که به جانب تیم ترامپ کلا به قدرت رسیده تا حد هراس دارن از نزدیکی بسیار زیاد با روسیه. خب این چیزی بوده که معمولا تیم دونالد ترامپ از زمان پیکارهای انتخاباتیشان تا حالا مورد اتهام و شک و گمان های در داخل آمریکا مواجه بودن، اما از طرف دیگه عملکردهایی را که متوجه هستیم، به عنوان مثال در هفته گذشته فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان صحبتای با کنگره آمریکا داشتند. در جریان صحبتایشان یکی از موضوعات را که بسیار جدی و علنی بیان داشته نمی بود که مبارزه با تروریسم و طالبان در افغانستان با بنبست مواجه شده و علت این بنبست و یا بحرانی شدن مبارزه با تروریسم و طالبان حمایت واضح و صریح مسکو و ایران دانستند. خب این حرکات تحریک آمیز میتونه که بیانگر این باشه که شعارها از عمل بسیار فاصله داره. ما نمیتونیم چیزی را که شعار از شما هم سپاسگزاریم. سپاس آقای رحیمی، شما وقتتون بخیر.